همکاران عزیز تلویزیون راه کارگر، سلام و درود بر شما. داریوش ارجمندی هستم، به اتفاق همکارانم برنامه این هفته رو تقدیم حضورتون میکنم که شامل این بخش خواهد بود. نخست نگاهی خواهیم داشت به مبارزات و تجمعات اعتراضی گروه های مختلف اجتماعی در هفته جاری. بعد از اون رضا رئیس‌دانا مطلبی رو تقدیم حضورتون خواهد کرد با عنوان اعمال تبعیض و بیحقوقی در جمهوری اسلامی، اقدام سیاسی در پوشش ایدئولوژیک. در ادامه هم بخش دوم گفتگوهای نصرالله قاضی با محمدرضا شالگونی و روبن مارکاریان رو در ارتباط با انقلاب اکتبر خواهیم داشت. امیدوارم که برنامه این هفته مورد توجهتون قرار بگیره. در هفته جاری و روزهای آغازین ماه آبان هم همچون هفته های گذشته شاهد برگزاری چندین حرکت اعتراضی در گوشه و کنار کشورمون بود. دقیقاً میشه گفت که برگزاری همه روزه حرکت های اعتراضی ویژگی دورانی است که درش به سر میبریم. روزی نیست که در گوشه از یا گوشه های از کشورمون شاهد برگزاری آکسیون ها و تجمعات اعتراضی گروه های مختلف اجتماعی نباشیم. از مسائل زیست محیطی گرفته و اعتراض به مثلا خشک شدن رودخونه ها و دریاچه های کشور و مسئله طوفان های گرد و غبار در قسمت های مختلف کشور گرفته تا اعتصاب غذای زندان های سیاسی و حرکت های حمایتی که گروه های مختلف خانواده های اونها و طرفداران حقوق بشر از این حرکات به عمل میارن. مثلا حرکت های اعتراضی دانشجویان، زنان، چه به شکل حرکت های مشخص زنان در اعتراض به بیحقوقی خودشون، چه به واسطه نقشی که زنان در گروه های مختلف اجتماعی بازی میکنن، به مسابه معلم، پرستار، مال باخته، بازنشسته و غیره، همه این حرکت ها و مسائل دیگه مثل اعتراضات کارگران و گروه های مختلف شغلی نسبت به وضعیت معیشتیشون و عدم پرداخت دستمزدها و بیکاران و جوانان و تمام گروه های مختلف اجتماعی. این وضعیتی است که ما در طول این هفته ها و ماه های گذشته تقریبا به طور روزمره شاهدش بودیم و میشه گفت که اوضاع کنونی کشور رو بازگو میکنه. در همین هفته که گذشت و همین روزها چندین حرکت قابل توجه رو داشتیم. خاکسپاری علی اشرف درویشیان، نویسنده عزیز و صدای محرومان رو داشتیم که بیش از اون که یک خاکسپاری ساده و ودا با یک نویسنده محبوب باشه، دقیقاً میشه گفت که حرکتی بود در اعتراض به سیاست‌های فرهنگی و اختناق حاکم بر کشور، نه تنها در جمهوری اسلامی بلکه به دلیل سابقه طولانی علی اشرف درویشیان و زندانی بودنش در دوران شاه. میشه گفت که این حتی حرکتی بود نمادین در اعتراض به اختناقی که از دوران رژیم سلطنت تا به امروز ادامه داشته. بیهوده نیست و بی دلیل نیست که گروه های سلطنت طلب و مشروط خواه و غیر و ذالک بیشتر سعی کردن این هفته روی مسئله کوروش و بزرگداشت کوروش سرمایه گذاری بکنم و به هیچ وجه صحبتی از علی اشرف درویشیان و نقش و جایگاه او در مبارزه برای آزادی بیان و حقوق اجتماعی و عدالت اجتماعی به میون نیاوردن. از اینجا میرسیم به قضیه حرکت پاسارگاد که حقیقتا با توجه به وجوه مختلف و پیچیدگی‌هایی که داره در جای دیگه به طور جداگانه
باید به اون پرداخت. همونطور که جایگاه علی اشرف درویشیان و نویسندگانی شبیه به او رو باید به شکل جداگانه و در گفتگو با صاحب نظران مورد بررسی قرار داد. و ما همطور گفتم حرکت بازنشستگان لشکری و کشوری و تحصان 3 روزه اونها رو هم داشتیم در روز 8 و 9 آبان ماه. و چیزی که در این رابطه قابل توجه هست این هست که حرکت بازنشستگان که از سراسر کشور برای اینکه خواستهاشون رو به گوش مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس و کل حاکمیت جمهوری اسلامی برسونن برای اولین بار نبود که صورت میگرفت. در سال گذشته هم چندین و چند بار همین گروه گرد هم آمده بودند و جلوی مجلس، جلوی نهاد ریاست جمهوری یا سازمان برنامه بودجه و غیره تجمعات باشکوهی هم داشتن، حتی در همین شهریور و مهر ماه. و این بار هم در کنار اون حرکت 8 آبان ماه اعلام کردن که 3 روز تحصن کردن و در همونجا موندن تا توجه حاکمان و مردم رو پیش از پیش به خواستهای برحق خودشون، به فریادهای خودشون در حقیقت جلب کنند. حرفشون هم خیلی روشنه، میگن که حقوق ما رو که در 10 سال گذشته به معنای دقیق کلمه ملا خور کردید به ما بدید. قانونی رو که 10 سال پیش به صورت آزمایشی تصویب کرده بودید به اجرا در بیارین تا حقوق ما به هر حال حتی به حداقل مخارج زندگیمون رو به اصطلاح تامین بکنیم. پرداختی های معوقمون رو که از طریق تورم در حقیقت داره از بین میره و مثل موریانه تورم به جون افتاده زودتر به ما بدید. اینا خواستای زیادی هم نیست و در مقابل این خواستای برحق و بجا مسئولین دولتی چی میگن؟ میگن که بودجه نداره. در حالی که درست همین هفته گذشته برای باز پرداخت بدهی باشگاه فوتبال یه 320 میلیارد تومان پول تهیه کردن. از کجا آوردن؟ چطوره که برای بازنشستگان وقتی که دستمزدهای عقب مونده خودشون رو تقاضا میکنن پولی نیست؟ همین وضعیت در مورد سایر گروه های اجتماعی و شاغلین و بازنشستگان اینطور گفتم صدق میکنه و همین هست که باعث شده که بازنشسته ها توی شعارهاشون از جمله مثلا اینکه نیاز ما این زمان معیشت است و درمان، یه بار دیگه میگم، نیاز ما این زمان معیشت است و درمان، معیشت منزلت حق مسلم ماست، حکومت عدل علی، این همه بی‌عدالتی. و اینا سوالهای به حقی است که اونا در شعارشون مطرح میکنن و سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. این کاملا به جهاز و به حق که سوال بکنن که چطور میشه چندین تن طلا رو صرف تزیین حرم فلان امام کرد در فلان کشور اما برای پرداخت دستمزدهای مردمی که کار کردن، اونم دو شیفته گاهن، و به قول خود رهبران مسئولین جمهوری اسلامی حتی کار دو شیفته هم مخارج روزانه اونا رو تامین نمیکنه، چه برسه به این که 6 ماه، 8 ماه، 9 ماه، 1 سال این حقوق ها و دستمزدها رو پرداخت نکنه. با توجه به این مسائل سوالی که به وجود میاد این است که چرا علی‌رغم این همه گردهمایی و تجمع و اعتراض و اینها مسئولین دولتی و حکومتی اعتنای چندانی به این اعتراضات نمی کنند. اعتراضاتی که حقیقتا برای خیلی از بازنشستگان، حداقل اونایی که از طریق از شهرستان ها به تهران میان،
هزینه های اقتصادی سنگینی هم داره. کسی که فکر شو کنید که ماهاست که دستمزد و درآمدی هم نداشته، باید یک هزینه اقتصادی مضاعفی را هم تقبل بکنه، و برای چی؟ برای اینکه بیاد به تهران و حق خودش رو طلب بکنه. در این رابطه به نظر میاد که مسئولین نظام امیدوارن که از طریق فرسایشی کردن این مبارزات خیلی از این معترضین رو خسته بکنن و به خونه های خودشون برگردن. ما دیدیم تصویر بازنشستگانی رو که با عصا به تجمعات اعتراضی اومدن. واقعیت این است که برای اینها امکان این که دراز مدت هر روز توی خیابون بیان و اعتراض بکنن وجود ممکنه نداشته باشه، حداقل برای خیلی هاشون. در جریان اون 63 حساب شخصی رئیس قوه قضاییه متوجه شدیم که مسئله سپرده ها و ضمانت های مردم در حساب های بانکی برای مسئولین نظام سودهای کلان نجومی به همراه داره که به این سادگی حاضر به اینکه از دست بدن اون رو نیست. همین مسئله که در ماجرای حساب های رئیس قوه قضاییه دیدیم چیزی است که در رابطه با مزد و حقوق کارگرا هم اجرا میشه. تمامی کارخونه ها و واحدهای صنعتی از این روش استفاده میکنن. با عدم پرداخت دستمزد کارگرا این پولا رو میریزن توی حسابایی که سود بهره اونها میلیون ها و میلیارد ها تومان به صاحبان این شرکت ها و مجتمع های صنعتی و یا خدماتی و غیره و مسئولین نظام به طور کلی سود میرسونه. مسئله دیگه ای که در همین رابطه میشه بهش توجه کرد این است که به نظر میاد مسئولین حاکمیت روی این حساب باز کردن که بازنشستگان از شبکه تولید و خدمات جدا هستن و اعتراض و تحسنشون مشکل چندانی در سیستم اقتصادی ممکنه ایجاد نکنه. این هم مسئله است که در مورد بیکاران هم ممکنه صدق بکنه. مسئولین نظام فکر میکنن که نه بازنشستگان و نه بیکاران با اعتراض و تحسنشون نمیتونن به اصطلاح چرخ تولید یا خدمات رو به اصطلاح از حرکت باز دارن، و دیدیم که جایی که این قضیه به شکل دیگری است، مثلا در اتاق کارگران آذراب یا هیدکو عراق، به مجرد که به خیابون اومدن و اتوبان و خط راهن و بستن و اینها، فورا وزیر کار راهی عراق شد و بخشی از حقوق معوقه اونها رو حاضر شد که فورا بپردازه. و این مقایسه به حال نشون میده که هر جو که زور و قدرت بالا باشه، حاکمیت جمهوری اسلامی با همه این قدر قدرتی و تمام این دستگاه سرکوب و نیروهای امنیتیش مجبور میشه که عقب نشینی بکنه. ولی به نظر میرسه که در برابر اعتراضات و خواست بازنشستگان چنین فشاری رو احساس نمیکنن و نیازی هم نمیبینن که اعتنایی به بازنشستگان بکنن و حرکتی برای حل مشکلات اونا. اگر این نکته درست باشه، طبیعتاً راه حلی که در برابر بازنشستگان هست این است که فشار بر حاکمیت و دولت رو بالا ببره. بازنشستگان با توجه به تجاربشون و با توجه به رشته های گسترده‌ای که با نیروهای شاغل دارن، برای پیوند دادن خواستها و حرکتاشون با خواستها و حرکت نیروهای شاغل میتونن انرژی بیشتری بذارن و از این طریق سود بیشتری هم ببرن. به اصطلاح روشنه که تداوم ارتباط بین بخش‌های مختلف بازنشستگان، که حالا بازنشستگان فرهنگی و پرستاری و ارتشی و لشکری و کشوری هم در بر میگیره، اگه بتونه با بازنشستگان تأمین اجتماعی یعنی کارگران واحدهای صنعتی همراه بشه،
قدرت چانه زنی و فشار این نیرو بسیار وسیع‌تر و کارآمدتر خواهد شد. همین پیوندها، همدلیها، همراهیها با اتکا به شبکه‌های گسترده ارتباطاتی که بین تشکل‌های شاغلان وجود داره میتونه همراهی و همبستگی گسترده رو ایجاد بکنه و اون وقت حرکت‌های اعتراضی، گردهمایی‌ها و تحصن‌ها میتونه آنچنان قدرتی داشته باشه و آنچنان قدرتی پیدا بکنه که دیگه نیروهای حکومتی به سادگی نتونن اون رو نادیده بگیرن. در همین هفته که گذشت حمایت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور از گردهمایی و تحصن بازنشستگان رو شاهد بودیم. مسئله که به راستی بارقه امیدی در هم راستایی است که صحبتش کردیم. طبیعی است که مثلا تشکل‌های پرستاری میتونن از بازنشستگان پرستاری به حمایت بپردازن. از بازنشستگان لشکری میشه خواست که با ارتباطات و با استفاده از ارتباطات گسترده‌ای که با نیروهای شاغل همین رشته دارن زمینه فشار بیشتری رو بر حاکمیت فراهم بکنن و در این حال از اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت جلوگیری بکنن و اون رو به حداقل برسونن. در شرایطی که به طور خلاصه بگیم، در شرایطی که حاکمیت به طور یک پارچه و متحد در برابر خواستهای بازنشستگان ایستاده و به اون بی‌اعتنایی میکنه، در شرایطی که هم دولت و هم مجلس چشمان خودشون رو بر وضعیت معیشتی سخت و روزگار ناگوار بازنشستگان و سلامت اونها بسته، طبیعی است که اقشار کم درآمد و نیروهای پایین جامعه باید به شکل متحد وارد صحنه بشه. تعلیق عضویت سپندان نیکنام بار دیگه نشون داد که دولت مردان جمهوری اسلامی حتی قواعد بازی رو که خودشون تدوین کرده هم زیر میگن و نتیجه انتخابات محدود و به شدت کنترل شده خودشون رو هم قبول ندارن. اعمال تبعیض در تمامی زمین‌ها از جمله ملی، مذهبی، قومی و جنسی جزء جدایی ناپذیر جمهوری اسلامی. توضیحات بیشتر در این رابطه رو از همکارم رضا رئیس‌دانا میشنویم. با سلام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. بعد از موضع‌گیری جنتی دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه غیر مسلمان نمیتواند بر مسلمان حاکم شود، عضویت سپنتا نیکنام عضو زردشتی شورای شهر یزد معلق شد. البته این تنها نظر شخص جنتی نبود، بلکه شورای نگهبان با استناد به مواضع خمینی گفت با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کردند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب نسبت به چنین مناطقی با نص 1375 فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه الرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد. البته از آنجا که جنتی منتسب خامنه‌ای در شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شورای عالی انقلاب فرهنگی و به عنوان امام جمعه موقت تهران است، میتوان جنتی را زبان آقا دانست و مواضع و گفته‌های او را
نظرات شخص خامنه ای. اساسا خود اسلامی بودن جمهوری یعنی ایدئولوژیک بودن دولت در بطن خود تبعیض‌آمیز است، چرا که اولا شهروندان توده بیشکلی هستند به نام امت و ثانیا مسلمان نسبت به غیر مسلمان از جایگاه و حقوق برتری برخوردار است. همین اندیشه تبعیض‌آمیز است که در قانون اساسی حکومت را ولیه الهی می‌نامد و ولی فقیه را بر جان و مال مردم حاکم کرده است. اما در مواردی همچون تعلیق عضو شورای شهر یزد به واقع مصالح سیاسی است که خود را در پوشش اصول نظری مطرح می‌کند، کما اینکه ظاهراً عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در دوره اول مغایرتی با اصول اعتقادی آقایان نداشت. دقیقاً به همین دلیل، یعنی مصالح سیاسی و جناحی است که تعدادی از دولتمندان و صاحب منصبان همین حکومت پرچم مخالفت بلند می کنند و ظاهراً از حقوق اقلیت ها دفاع می کنند. تو گویی همین افراد و جناح خود از معماران و پاسداران این نظام سراسر تبعیض و نابرابری نبوده و نیستند. نقض آشکار حقوق ابتدایی شهروندان و اعمال تبعیض منحصر به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام و یا ابطال آرای مینو خالقی در اصفهان نمی شود، بلکه اقدامی است که در طول حیات 38 ساله جمهوری اسلامی به شکلی روزمره و سیستماتیک ادامه داشته و دارد. کم نیستن هموطنان بهایی ما که از حق کار، حق تحصیل و حتی حق حیات محروم شدند، بی خدایان که جای خود دارند. حتی دراویش و اهل تسنن هم که مورد تعرض قرار نگرفتند کم نیستند. کسانی که به جرم دفاع از حقوق کودکان، زنان و یا دفاع از حق زندانیان سیاسی مورد اذیت و آزار و پیگرد قرار گرفتند، حق بیان آزاد برای دگراندیشان که هیچ، حتی خبرنگاران و وبلاگ نویسان وابسته به جناح‌های مختلف حاکمیت هم سر از زندان و دادگاه در می آورند. هر کس از حق تحصیل کودکان و داشتن امکانات برابر تحصیلی صحبت کند به سرنوشت اسماعیل عبدی دچار خواهد شد. رضا شهابی و سایر فعالین کارگری به جرم دفاع از حق کارگران و کوشش برای حتی ایجاد سندیکا به زندان محکوم می شوند. تحت شرایطی که اختلاسگران میلیاردی از حمایت جناح‌های مختلف برخوردارند، کارگران آغدره به جرم طلب دستمزد معوقه به شلاق محکوم می‌شوند و یا کارگران آذراب مورد ضرب و شتم پلیس ضد شورش قرار می‌گیرند. تحت شرایطی که امثال بابک زنجانی‌ها در هتل به اصطلاح زندانی می شوند، بسیاری از زندانیان سیاسی برای دریافت درمان و دارو مجبور به اعتصاب قضا هستند. همانطور که گفته شد، اعمال تبعیض و نقض حقوق شهروندان از اجزای ذاتی نظام جمهوری اسلامی است. لذا اولا دامنه آن به گستردگی اکثریت جامعه است و دومان که تبعیض و بیحقی در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی اعمال می‌شود. گستردگی دامنه بیحقی بدین معناست که فقط این یا آن بخش از مردم نیستند که در تقابل با نابرابری قرار دارند. مشکل معلمان، مشکل دانش آموزان و والدین آنها هم هست. حق تشکل مستقل کارگران جدا از حق تشکل زنان یا معلمان امکان تحقق ندارد. تأمین حقوق بازنشستگان در گروی حمایت شاغلین از آنها قرار دارد. جنبش جوانان بیکار نمیتواند بدون ارتباط
با جنبش تأمین اجتماعی یا بیمه همگانی به سرانجام رسد. تنوع عرصه‌های بی‌حقی و اعمال تبعیض به این معناست که حق ملی هموطنان کرد جدا از هموطنان عرب یا ترک نیست. حق آزادی بیان جدا از حق آزادی پوشش نیست و به همین ترتیب سایر عرصه‌های حیات اجتماعی با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند. در نتیجه به اعتبار این دو ویژگی، هماهنگی و پافشاری بر خواست‌های مشترک، علاوه بر تأکید بر خواست‌های خاص گروهی و همچنین حمایت جنبش‌های مختلف مطالبه‌گری از یکدیگر، تنها راه موفقیت ماندگار در این عرصه ها خواهد بود. خودشون دارن و میشه گفت که اساسا اعتراضات و اعتصابات تو منطقه اصلویه تو فازهای مختلفش به شکل دائمی و سریالی در اومده و کارگران مدام دست به اعتصاب و تجمع میزنن و این اواخر هم که به دلیل همین عدم دریافت حقوقی با هم معبره خودشون بوده تلاش کردن که کارفرمایان و شرکت های مختلف و وابسته به اونها رو هم به رو در روی به خودشون بکشن. در ارتباط با باز مسئله تأخیر پرداخت کارانه ها و همینطور وضعیت های از این نوع، ما با مشکل پرستاران و پزشکان رو هستیم و وزارت بهداشت 5,000 میلیارد تومان به کارکنانش در حال حاضر بدهکار. خبری که این روزها در واقع به نوعی قابل توجه اینه که انفجار معدن که در 13 اردیبهشت سالی که توش هستیم توی معدن یورت اتفاق افتاد و در اونجا 43 کارگر جانشون از دست دادن و در واقع میشه گفت که یگان نام‌آور این خانواده ها با رفتن خودشون دشواری های بس بزرگی رو در اون منطقه برای معدنکاران ایجاد کرده بودن، در روز دوشنبه اعلام شده که مقصر اصلی مرگ کارگران معدن یود کارفرماست. خب این کارفرما که کارفرمای معدن زمستان یود آذرشهر به علت عدم رعایت نکردن الزامات قانونی برای ایمنی معدن از یه طرف مقصر شناخته میشه و این خبر رو هادی هاشمیان از روابط عمومی اداره کل دادگستری گلستان اعلام میداره. اون میگه که بازرس پرونده حادثه معدن زمستان یورد شرکت صنعتی و معدنی شمال شهر رو به عنوان کارفرمای کارگاه مقصر میشماره و به مالک و کارفرمای اصلی معدن یورد آذرشهر رو هم به بسیج نسبت میده و توی این مجموعه 23% سهام معدن زمستان یورد متعلق به صندوق مهر اقتصاد ایرانیانه، 10% متعلق به شرکت های تکادو و احیای سپاهانه و بقیه سهام هم میان سایر سهامدارانی که از بانسفیگان معدن زغالسنگ منطقه هستن تقسیم میشه. به هر حال به دلیل نبود سیستم تهویه مناسب و کافی توی تونل، نبود مسیرهای کمکی برای کمک به تهویه تونل و ایران ندادن آموزش های لازم و کافی و وافی و نظارت بر کارگران به منظور جلوگیری از ایجاد هر گونه اشتغال و وضعیتی که معدن رو میتونه به انفجار بکشونه، اینها رو به کارگران معدن به موقع انتقال ندن، همه به همه دست به دست هم داده که تا بتونه چنین خطر بزرگی رو ایجاد بکنه. اما دو موضوعی که قابل توجه هست اینه که ما طول هفته های گذشته با اعتراض بیکاران در اینجا اونجا روبرو شدیم. کمپین معترضان به بیکاری در کنگان ایجاد میشه به طوری که جمعی از جوانان جویای کار توی کنگان به راه اندازی کمپینی که خواستار اشتغال در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی توی پارس جنوبی هستن موفق شدن. خبرگزاری ایلنا این گزارش رو در اختیار افکار عمومی میذاره، به طوری که توی روزا و هفته های گذشته این کمپین از جوانان جویای کار در فضای مجازی راه اندازی میشه و این جوانان که بومی پارس جنوبی هستن خواستهای خودشون رو اشتغال توی پروژه های پالایشگاهی و پتروشیمی منطقه اعلام میکنن و خواستار رسیدگی مسئولان به موضوع بیکاری هستن. افراد این کمپین در روزهای گذشته نشستی برگزار کردن و در پی چارجویی برای حل مشکل رایزنی با مقامات و مسئولان. میشه گفت که علاوه بر حرکت های کارگری و اعتراضی که مدام جلوی
کارخانه ها و شرکت های مختلف و وزارت خانه های گوناگون ایوز دیگری انجام میگیره، اعتراضات گسترده بیکاران هم از موضوعات بسیار جدیه. بیکاران خوزستانی، بیکاران کردستانی، بیکاران که توی اصلویه و جاهای دیگر هستن، اعتراضات گسترده ای رو دارن به سامان میبرن و به تدریج این نیروها وارد یه صحنه رو در روی میشن با حاکمیت جمهوری اسلامی، با وزارت کار، با سایر نیروهایی که به نوی زینفن در ارتباط با عدم توجه به وضعیت این بیکاران، مثل معلمان، مثل بازنشستگان کشوری و لشکری و فرهنگی و قصر اعظم. اما موضوع دومی که قابل توجه است مسئله موج دستگیری ها و صدور احکام برای فعالان کارگری و معلمان کشور و کنشگران اجتماعی. میشه گفت که موج این احضارها و بازداشت ها و زندانی کردن فعالان کارگری مدنی توی طول هفته ها و گذشته به این سو، پس از بازداشت رضای شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ما با حجم وسیع بازداشت معلمان و فعالان معلم روبرو بودیم، از جمله اینکه اسماعیل عبدی رو میکشونن، محمود بهشتی لنگرودی رو میکشونن، محسن عمرانی رو میبرن، مختار اسدی رو میبرن و تو روزهای گذشته هم میریزن بر سر محمود صالحی، او رو هم که در کنار همسرش خانم نجیبه صالح‌زاده بوده و برای دیالیز رفته بود، میگیرن و میبرن به بازداشتگاه، حکم 9 سال شو بدل به 1 سال تحضیر میکنن. سراغ علیرضا صرفی از فعالان مدافع حقوق کارگری میرن، تو خونه نبوده ولی بلافاصله بهش حکم صادر میکنن و بهش میگن تو باید بیاری به دادگاه. سراغ داوود رضوی میرن، سراغ ابراهیم مددی میرن و با خبر شدیم که توی هفته های گذشته فؤاد زندی از فعالان کارگری که مدت پیش تحت تعقیب بوده، صدور زندان رو برای او و همینطور برای بخش دیگری از فعالان توی مناطق مختلف کردستان ایران صادر کرده. میشه گفت که نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی شمشیر دموکلس احضار و پرونده سازی و صدور احکام زندان رو بالای سر هر فعال کارگری، هر معلم، هر کنشگر اجتماعی به نحوی آویزون کرده که تا با ایجاد فضای ترس و وحشت و نوعی در واقع ارعاب بخواد که هزینه مبارزه رو بکشونه بیاره بالا و اینها رو از پیشروی وابداره و مرعوبشون بکنه و عقب نشینی بکشونه. اساسا دستگیری و تحت فشار قرار دادن فعالین و سخنگویان کارگری جدال مستقیم به جنگ علنی دیگری که حکومت اسلامی قصد تحمیلش رو به طبقه کارگر داره. در این حال دستگیری و زندانی کردن فعالان کارگری جدید نیست. به قدومت حاکمیت حکومت اسلامی فعالان کارگری و معلمان دستگیر شدن، تا مواردی اعدام شدن، تا مواردی محکوم به تبعید شدن و بسیاری از اونها از کار بیکار شدن و با فشارهای روحی و جسمی بعد از دوره زندانی و شکنجه و مرگهای خاموش رو بودن که موارد معینی از اونها رو بیشتر ما توی برنامه مجله کارگری بهش اشاره داشتیم که آخرین نمونه آنها رو میشه به موضوع شاهرخ زمانی و محمد جراحی و دشواری های زندگی که متوجه رضای شهابی خود محمود صالحی و قصر آزاست کرد. اتهامات واهی و بیپایه ای رو که توسط دستگاه قضایی متوجه فعالان عرصه کارگری و معلمان و کنشگران اجتماعی میشه، مثل تبلیغ علیه نظام، عضویت در جمعیت های معارض، همراهی و همسویی با این رادیو، اون رادیو، این رسانه، اون رسانه، این حزب، این سازمان، اون سازمان، همه و همه اتهامات واهی و نخنواییه که تو طول این نزدیک به 4 دهه حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی متوجه فعالان عرصه های اجتماعی و به ویژه کارگران، زنان و کنشگران اجتماعی و شده. 7 سال طولانی مدت به اونها نمیدونم شکنجه و فشارهای از اینو، حتی احکام شلاق و غیر ذالک، همه به همه بنگر قصابت این نظامی که میبایستی به اونها اعتراض کرد و خوشبختانه تو سطوح مختلف اعتراضات گسترده‌ای در داخل و خارج تا به امروز متوجه این سطح از احضارها و احکامها شده و همچنان میره که به پیش بره. جا داره که شعار بی قید و شرط آزادی زندانیان سیاسی و زندانیان کارگر، معلم و کنشگر اجتماعی بدل به شعار مرکزی و محوری و متمرکز همه فعالان عرصه کار و کارگری بشه.
یه نکته دیگر هم بد نیست که در رابطه با بودجه بهش پرداخته بشه که نوبخت در بررسی سند دخل خرج کشور بر هزینه های غیر قابل کاهش اشاره میکنه و 4 دستگاه بودجه خوار رو یاد میکنه که و اون میگه که هزینه های جادی دولت امکان کاهش اساسا نداره. دست کم 4 دستگاه هستن که بیشترین سهم از بودجه دولت به اونها اختصاص داره و در این حال نمیشه به بودجه اونها دست داد. یکی از اونها وزارت دفاع است، یکی از اونها وزارت بهداشت، یکی از اونها وزارت آموزش و پرورشه و صندوق بازنشستگی. اون بخشی که مربوط به صندوق بازنشستگی خیلی سریع و بدون تعارف با که ملاخر شده و در واقع دخل خرجش با هم نمیخوره و کیسش خالیه و اینکه ما سلسله اعتراضات معلمان از این طرف به اعتراضات بازنشستگان رو سطوح مختلف میبینیم که همواره به همواره به این موضوع صندوق بازنشستگی و اون چه که دزدی کلان از این صندوق ها بوده به آخرین مورد چه مثل که هفته گذشته یه چیزی نزدیک به 18 میلیارد کسی برداشته رفته و اومده نیست که تقش کی در بیاد است و ما شاهد این هستیم که مطالبات صنفی و آموزشی معلمان که تو سلسله حرکات اعتراضی خودشون از روز جهانی معلم به این سو به صدا در اومده همواره خواهان این بودن که بودجه عادلانه برای افزایش سانه دانش آموزی در راستای تامین آموزش رایگان با کیفیت عادلانه برای تمام کودکان بخصوص دانش آموزان مناطق محروم و بازمونده از تحصیل و مهاجر طبق اصل 30 قانون اساسی منظور بشه. ولی ما اولا این چیزها رو نمیبینیم. اما یه چیز روشن و صریح و بدون تعارف هست و اون اینی که در شرایط اجتماعی حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی ما همواره با یک نقشمندی روبرو هستیم که دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم کمک به آستانهای مقدس تحت نظر خامنه‌ای، سازمان محیط زیست کشور، شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران کمک به در واقع اشخاص حقوقی غیر دولتی و همینطور جامعه مصطفی علمیه کمک به بازسازی عملیات عتبات عالیات و همینطور شورای عالی حوزه های علمیه و مرکز خدمات حوزه های علمیه و سازمان بسیج 20 میلیونی سپاه و قصر حاضر. اینها وسیع‌ترین و گسترده‌ترین مقایسه بودجه به اعتبارات سال 95 رو به خودشون اختصاص میدن. خب اون بخشی که مربوط به نیروی رنج و زحمت تو کاره هیچ چیزی متوجهشون نیست، ولی این حضرات که به شکل گسترده و اکتاپوسی هر روز و هر روز بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشن بیشترین بودجه رو به خودشون اختصاص میدن و یک نگاهی به بودجه نهادهای انگلی مذهبی و ایدئولوژیک رژیم فقها در همین سال نشانه اینه که ما با چه سطحی از تخریب محیط زیست و علل عموم زندگی نیروی رنجکار جامعه رو برو هستیم و چگونه میبایستی با مال اندیشی به این نابسامانی جامعه اندیشید. باشه که در گفتگوهای بعدی در مجله کارگری بتونیم با شما بینندگان عزیز بیشتر داریم با صحبت داشته باشیم. ایام به کامتون باد. با آرزوی بهترین حالا برای کارگر شما بینندگان گرامی تلویزیون رای کارگر در مجله کارگری هفته. با گسترده تر شدن اعتراضات از جانب بخش های مختلف صف کار و زحمت، رژیم اسلامی برای زمینگیر کردن مردم به دستگیری فعالین در عرصه‌های مختلف جنبش‌های اجتماعی پرداخت. سازمان ما در رابطه با تشدید تهاجم به فعالین کارگری اطلاعیه منتشر کرده که همکارم رضا رئیس‌دانها اونها را برای شما نقل می‌کنه. سلام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. اعلامیه هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر درباره بازداشت‌های فعالان کارگری: با مقاومت مدنی توده‌ای تهاجم به فعالان کارگری را در هم بشکنیم. موج احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان کارگری و مدنی دامنه گسترده‌تری یافته است. پس از بازداشت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد و فعالان صنفی معلمان همچون اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی،
و مختار اسدی در روزهای گذشته محمود صالحی دستگیر و حکم جلب علیرضا ثقفی نیز ابلاغ شده و احضاریه‌ای برای دادگاه تجدید نظر داوود رضوی از اعضای سندیکای شرکت واحد و ابراهیم مددی نایب رئیس این سندیکا نیز ابلاغ شده است. نجیبه صالح زاده رئیس کمیته دفاع از محمود صالحی و همسر او در پیام خود میگوید روز شنبه ششم آبان ماه 28 اکتبر در پایان دیالیز هفتگی محمود همراه ایشان در حال خروج از بیمارستان بودیم که ناگهان 4 نفر از مأموران نیروی انتظامی ما را محاصره کرده و محمود را با وجود اعتراض و مخالفت ما از بابت وضعیت جسمی ایشان بعد از انجام دیالیز با خود به دادگاه بردند. در آنجا ضمن ابلاغ حکم ایشان را جهت اجرای حکم روانه زندان مرکزی سقز کردند. این دستگیری بدون اخطار در پی حکم دادگاه تجدید نظر صورت می گیرد که حکم 9 سال زندان تعلیقی ایشان را به 1 سال حکم قطعی تبدیل کرده است. روشن است که بازداشت و زندانی کردن این باره محمود صالحی که وضعیت جسمی نامناسبی دارد و هر هفته 2 بار دیالیز می شود برای عملی کردن سناریوی شوم مرگ خاموش او در زندان است. اجرای همان سیاست رذیلانه‌ای که زنده یادان شاهرخ زمانی، محمود جراحی، افشین حسانلو، کوروش بخشنده را از ما گرفت و همکنون هم جان رضا شهابی بعد از 50 روز اعتصاب قضا و عدم رسیدگی پزشکی در زندان رجایی شهر در مخاطره جدی است. سندیکای شرکت واحد با انتشار اطلاعیه‌ای خبر می‌دهد که بر اساس احضاریه‌ای که به دست آقای صالح نیکبخت از وکلای سندیکای کارگران شرکت واحد رسیده است، آقای داوود رضوی از اعضای این سندیکا که قبلاً از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب برای فعالیت‌های سندیکایی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، روز شنبه 13 آبان ماه ساعت 10 صبح باید در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر در دادگاه انقلاب تهران حاضر شود. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد هم از سوی شعبه 26 برای فعالیت‌های سندیکایی به 5 سال و 3 ماه حبس تعزیری محکوم شده است که پرونده این عضو سندیکا هم در انتظار دادگاه تجدید نظر می باشد. داوود رضوی و ابراهیم مددی این 2 عضو سندیکا در نیمه های بامداد 8 سال 93 توسط نیروهای اطلاعات در منزل شخصیشان دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند و بعد از 22 روز بازداشت با قرار 100 میلیونی آزاد شدند. آقای رضا شهابی دیگر عضو هیئت مدیره این سندیکا در حال حاضر در زندان رجای شهر به سر می‌برد. کانون مدافعان حقوق کارگر خبر می‌دهد که ماموران دادستانی اوین ساعت 11 صبح چهارشنبه 10 آبان ماه با در دست داشتن حکم جلب و حکم ورود به منزل علیرضا ثقفی مراجعه کرده و خواهان ورود به منزل و جلب او شدند. آنها حکم جلب و کارت شناسایی خود را نشان دادند. از آنجا که نام برده در منزل حضور نداشت، با تنظیم صورت جلسه حکم را ابلاغ کرده و خواهان آن شدند که نام برده روز شنبه خود را به دادسرای اوین جهت اجرای حکم 3 سال زندان معرفی کنند.
علیرضا ثقفی در اول ماه مه 1388 همراه با تعداد زیادی از فعالان کارگری در پارک لاله بازداشت شده و مدت 40 روز را در زندان گذرانده بود و در انتها با قرار وثیقه آزاد شده بود. تا کنون چندین بار به وثیقه گذار اخطار شده که وی خود را معرفی کند. گسترش اعتراضات کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، بیکاران، بازنشستگان و سپردگزاران مال باخته که هر روز بر ابعادشان افزوده می شود و به تدریج خصلت سراسری پیدا می کنند، رژیم جمهوری اسلامی را ترسانده است. هراس از انفجارات اجتماعی در جامعه و به حرکت در آمدن توده های کار و زحمت و قربانیان سیاست های فلاکت گستر رژیم اسلامی در فضای پر التهاب داخلی، منطقه‌ای و جهانی، حاکمیت اسلامی را بران داشته است تا شمشیر را از رو بسته و سیاست سرکوب را تشدید نماید. در گام نخست برای ایجاد فضای رعب و وحشت و برای خونسا کردن حضور فعال رهبران خوشنام و سازش ناپذیر جنبش‌های اجتماعی در این شرایط حساس، دستگیری و به بند کشیدن آنها را در دستور قرار داده است. از این روز که فعالان با اعتبار و صدیق و کنشگران کارگری و مدنی همچون رضا شهابی، محمود صالحی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی، مختار اسدی باید در زندان باشند و فعالانی همچون علیرضا ثقفی، ابراهیم مددی، داوود رضوی نیز می بایست به آنها بپیوندند. نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی شمشیر داموکلس احصار، پرونده سازی و صدور احکام زندان را بالای سر فعالان کارگری و مدنی، روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای آویزان کرده تا با ایجاد فضای ترس و وحشت و بالا بردن هزینه مبارزه آنها را به عقب نشینی و سکوت وادارند. حاکمیت مستبد اسلامی بر این باور است که می تواند بدون هیچ هزینه‌ای این سرکوب ها را ادامه دهد تا زمانی که رژیم اسلامی خیالش جمع است که اعتراضات در حد بیانیه‌های اعتراضی یا چند مصاحبه با رسانه ها باقی می ماند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. اما زمانی که اعتراضات توده‌ای در برابر این بیحقی ها و ظلم مسلم صورت گیرد، آنگونه که رانندگان اتوبوس‌های شرکت واحد با کاهش سرعت و روشن کردن چراغ‌های اتوبوس‌ها انجام دادند و این اعتراضات خصلت عمومی و حتی سراسری به خود بگیرد و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد در کنار دیگر شعارهای مطالباتی جنبش مردم جای گیرد، ناگزیر به عقب نشینی خواهد شد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که در برابر این بی‌عدالتی ها و برخورد های سرکوبگرانه و ددمنشانه حاکمیت اسلامی، مقاومت مدنی همبسته جنبش های مختلف اجتماعی از کارگران، معلمان، پرستاران گرفته تا دانشجویان، بیکاران و بازنشستگان سازمان داده شود. سازمان ما بازداشت محمود صالحی و احضار علیرضا ثقفی و تلاش برای به زندان افکندن مجدد داوود رضوی و ابراهیم مددی را قویاً محکوم می کند. از همه تشکلها، گروهها، سازمانها، احزاب و همه آزادی خواهان و عدالت جویان تقاضا داریم از هر طریق ممکن به این موج جدید سرکوب اعتراض کنند و اجازه ندهند فعالان و کنشگران خوشنام جنبش را
از بدنه اجتماعیشان جدا سازند و یا با سیاست مرگ خاموش زندانیان سیاسی توسط مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی آنها را از صحنه مبارزه خارج سازند. سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، پنجشنبه 11 آبان 1396 برابر با 2 نوامبر 2017. بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، به پایان برنامه این هفته رسید. تا هفته آینده اوقات خوشی رو برای شما عزیزان آرزو می‌کنم.